سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتپه خبر داد که شماری از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز پنجشنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفتپه روز دوشنبه در اعتراض به آنچه اخراج 21 نفر از همکارانشان نامیدند شروع شد. روزبه بلهری از رادیو فردا در پراگ گزارش می‌دهد. صدها کارگر شرکت نیشکر هفتتپه از روز دوشنبه در اعتراض به اون چیزی که اخراج همکاران خودشون مینامند، یعنی 21 نفری که اخراج شدن به گفته اونها، دست به اعتصاب زدند. البته داستان این هستش که کارفرما عنوان کرده که با اینا قرارداد کار امضا نمیکنه. از میان این 21 تن شماری از همین کارگرانی که حالا اخراج شدند در دادگاه های انقلاب اسلامی در طی روزهای گذشته به زندان و شلاق محکوم شده بودند. یکی از مهمترین و یا معروف ترین شخصیت هایی که از کارگرانی که محکوم به زندان شده محمد خنیفر هست، عضو شورای اسلامی کار کارگران نیشکر هفتتپه که به 6 سال زندان محکوم شده. شرایط در هفتتپه در اعتصاب به گونه‌ای پیش رفت که به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه فضای پلیسی برای ارعاب و سرکوب کارگران به وجود اومد، به خاطر اینکه پلیس امنیت 8 تن از کارگرانی که در اعتصاب شرکت کرده بودند رو احضار کرد، از اونها تعهد گرفت که در اعتصابات آینده شرکت نکنند. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه همچنین اشاره کرده که یوسف بهمنی که روز دوشنبه در جمع کارگران سخنرانی کرده بود به اداره اطلاعات شوش احضار شده. معلوم نیست این برای بار دوم بوده یا همون مورد اول مورد نظر سندیکا بوده. آقای بهمنی در سخنرانی خودش که در اتفاقا در یوتیوب هم پخش شده بود اعلام کرده بود که خواسته بود از رئیس قوه قضاییه که بیاد به اونجا و مشکلات کارگران رو رسیدگی کنه و گفته بود که اگر با این اخراج 21 کارگر مقابله نشه از طرف کارگران باید در انتظار اون بود که موج‌های دیگری هم برای اخراج کارگران به وجود بیاد و از جمله به اخراج آقای خنیفر هم اعتراض کرده بود. این شرایط در شرکت نیشکر هفته در شرایطی هستش که بحث اصلی بحث خصوصی سازی این شرکت است که کارگران به شدت به اون مخالفند و خواستار بازگشت به دولت هستند، ولی دولت با این موضوع مخالفه.